با سلام و درود. مقر نظامیان اوکراین در دانشگاه فنی شهر کیف بمباران شده است با بمای بسیار بزرگ. در اونجا نظامیان اوکراین پناهگاه گرفته بودند، تجمع کرده بودند. ایلان ماسک یک چیز جالب گفته، میلیاردر آمریکایی متحد سیاسی ترامپ، گفته راه حل مشکلات زمین، یعنی کره زمین، تصرف مریخ است. بسیار جالب بود به نظر من. روسیه 8 شهرک دیگر در ظرف 3 روز در دونباس به تصرف خود در آورده است. وید فتوحات به اصطلاح چشمگیر است. جولیان روبکا گزارش داده که جبهه اوکراین در جنوب دونتس در حال فروپاشی است. یادم نوشته است که جبهه در جنوب ولایت دونتس روزانه 2 تا 5 کیلومتر عقب نشینی میکنند و این سرعت نشان میده که روسیه برای رسیدن به ولایت دنیپرو دیگه به 6 ماه دیگه هم نیاز داره. خود روسیه بسیار اوکراینی صاحب بسیار کلان من کشور است. روبکا گفته است که در 3 روز گذشته ارتش روسیه 8 شهرک تصرف کرده است که البته از شهرک هم نام برده شده به نام بوگویاولونکا، کاترینوفکا، ازمایلوفکا، الکساندروپول، گورنیک، سلیدوو، شختی وورسکویا و ویشنویا. یعنی جنرال کلش گرفتن. خب البته این وضعیت چرا اینا تصرف میکنن، نیروهای اوکراین عقب نشینی میکنن، مسئولیت به گردن متحدان غربی اوکراین انداخته. گفته سلاح نمیدن، اسلحه نمیدن. خب چرا؟ خیال چی؟ تمام اروپا اسلحه خود آورد، بندرا پر شد، حتی اسلحه اوکراین در بازارهای سیاه فروخته میشد. ای که اسلحه نمیدن منظورشان نیست که اسلحه هوایی موثر، یعنی همتراز روسیه بر از اینا اسلحه بدن، ای کس نمیکنه، ای زمانات کس نمیکنه، چون تضمین نتیجهش وجود نداره. روبکا نوشته است که ما می توانیم بپذیریم که حمایت فعلی از اوکراین منجر به شکست اوکراین شده است. حالا اوکراین نمی تونه هیچ وسیله یا راه برای متوقف کردن پیشروی روسیه پیدا بکنه. این دیگه چیز نو نیست، از یک سال پیش شروع شد. در بولیویا یک اتفاقی افتاد، مگر جان به سلامت برد رئیس جمهور. از یک سوی قصد جان به سلامت برده، 14 گلوله از یک موتر به طرفش فایر شد، راننده زخمی شد، خودش زنده برآمد. خب حالا که چیز داخل این بحران از دیگر بولیویا او کشورها دچار استراب و مثلا یک آشفتگی هستن. در اقدام تهاجمی ارتش روسیه در 2 روز اخیر منجر به فروپاشی نیروهای مسلح اوکراین در سلیدوو شده است. سلیدوو منطقه بسیار مهم است، بیشتر که گفتم در جمله ما 8 شهرک است که تصرف شده. اما حال خبر میرسه که با وجود اقدامات دفاعی اوکراین، افزایش قاطع در سرعت پیشروی نیروهای مسلح روسیه دیده میشه. دفاع اوکراین سست شده روان است. ارتش روسیه تانک آبرامز تصرف کرده، آبرامز امریکایی را. تا خب تانک امریکایی در منطقه پوکروفسک تصرف شده. دیروز یک تانک دیگر هم گرفته بودن که ما گزارش شد داده بودم، از کمپانی دیگه بود، برادلی بود فکر میکنم، بله. اونا رو میارن در نمایشگاه مسکو. نیروهای روسی در این حال در شهرک کاترینوف داخل شدن و اونجا بیرق خود بالا کردن در منطقه کوراخوفسکی. پیشروی از اینا تقریبا هر چند ساعت بعد شده است. پوتین گفته است که غرب امیدوار هستیم که سیگنال های ما را در مورد عواقب
اجازه دادن به اوکراین برای حمله و عمق خاک روسیه دریافت کرده باشه. یعنی هشداری که ما دادیم هشدار دریافت شده. وزارت دفاع در حال بررسی گزینه های برای پاسخ به حملات احتمالی با سلاح های دوربرد در خاک روسیه است که به نظر نمی رسه که سلاح های دوربرد اونا اجازه بدن. تا حالا که اجازه ندادن بعد از هم ایچ. اوضاع در ولچانسک در حال وخیم شدن است. یک حمله روسا با یک بم 1500 تونی، 1500 کیلویی، یعنی 1.5 تن ایستگاه آتش نشانی را هدف قرار داد، جایی که گروه های تهاجمی نیروهای اوکراین به هدف استقرار مجدد در سراسر رودخانه ولچیا تجمع کرده بودند. همون خود تجمعگاه را زده. یک حمله دیگه با حمله با یک بام سیتونی فاق به ساختمان دانشکده فنی که نیروهای کیف به عنوان یک نقطه استقرار موقت اونجا برای خود ایجاد کرده بودن اصابت کرده است. به نظر میرسه که دانشکده فنی در اثر کوبیده شدن بم سیتونی کاملا ویران شده است. گمان نمیری کسی زنده هم مانده باشه. کانال تلگرامی رزیدنت اوکراین گزارش کرد که زلینسکی حالا در صدد یک نشست برگزار کرده که در منطقه کورسک و جبهه شرقی ما باید چی بکنه. اصل قضیه است که رئیس جمهور اوکراین با فرمانده جنگ سیریسکی دچار اختلاف شده و این احتمال وجود داره که تمام ناکامی ها را به گردن سیریسکی به اندازن و انداختن و سیریسکی رو برکنار کنن. برکنار چی؟ رستم زمان هم که عوض سیریسکی بیارن دیگه وضعیت جنگی رو، خط جنگ که شکل گرفته به این شکل تغییر دادن نمیتونن. این چیزا کلش هم چیزای دوره بحران است. تو در کلمه بزن مده کلیتو. کانادا هم اما مثلا چیز را کمک های خیریه نظامی خود چیز کرده برای اوکراین، نفربرهای زیرهی فرستاده و برای پشتیبانی و تخلیه اینا قبلا در آلمان جابجا شدن، این را آموزش دادن، همراه نفراتش به اوکراین فرستاده که چی شود. کانادا مقصد میبینی ریاکاری دنیای غرب در برابر اوکراین، یعنی کار میکنن که نه بیمیره نه زنده بانه. یعنی اوکراین این رقم قربانی یک استراتژی موقتی خود کردن. خب برحال خط مقدم در فعلا در 2.5 کیلومتری کوپیانسک رسیده در خارکوف و رسانه های اوکراینی گزارش میتن که نیروهای اوکراین دستورالعمل های را آل صادر کردن برای سربازان کوریای شمالی که در برابرشان در کنار سربازان روسیه می جنگند. کتابچه های خاصی را اینا یادداشت برداری میکنن در کتابچه، مثلا به زبان کوریایی صدا میکنن در بلندگو، میگه به زبان کوریایی میگن که اسلحه خود را رها کنید، دستار خود را بالا بیاورید. در ارتش اوکراین او فکر میکنه کوریایی آمده به تسلیم از یا شود. باز یک به زبان کوریایی در این حال گفته میشه در کتابچه چه میکنه، در بلندگو صدا میکنن که رتبه خود را بگویید، مقر شما در کجاست. به این شکل نیویورک تایمز روز گذشته بازم گزارش کرد که چند هزار سرباز کره شمالی وارد منطقه کورسک شدند. در کورسک فکر میکنم که کار اوکراینیا در حال تمام شدن است. با این حال منابع این نشریه معتقد است که هنوز مشخص نیست که اونا در نبردها شرکت کردن یا نکردن. خب در وارد کورسک شده خوش برای چی؟ برای تفریح نرفتن. ایلان ماسک سخن جالبی گفت که بشر بر بقای خود باید به یک تمدن چند سیارهی روی بیاره پیدا بکنه.
یادم در مراسم در حمایت از ترامپ صحبت میکرد، گفت تاریخ زمین، این زمین ما رویدادهای بسیاری را به خود دیده که هر برهه از تاریخ گم شده منجر به کشتارهای دسته جمعی شده، بعد از همه چیز از صفر شروع شده و این رویدادها در آینده هم همین گونه خواهد بود. یعنی تمدن فعلی هم تا و سر میشه، فرو میریزه، احتمالا از صفر باز شروع خواهد شد. البته تحقیقات علمی خامی تو یک چیز میگه، مثلا تحقیقات علمی در مریخ، در حتی کره ماهی این مسائل میگه. در مریخ خود تقریبا تمام اما تهمانده ها بازمانده های همی تو یک انهدام نشان میده. خب این میلیاردر امریکایی گفته که یکی از سیارات که بشریت همیخ نجات خواهد داد، چرا این زمین خال زندگی از زندگی از زندگی که برآمده رئیس خراب است. انشتین ناق نگفته بود، گفته بود که به خود انسان مرض زمین است، این زمین بیخی خراب کرده. یعنی یک از سیارات که حال بشریت نجات میده مریخ است. پیش از این ماسک گفته بود که فضاپیمای استارشیپ میتونه در عرض 2 سال به صورت بدون سرنشین و مریخ بره و بر ایجاد یک شهر خودکفا اونجا تا 20 سال دیگه اونجا کار بکنه. جالب بیخیم داستان های تخیلی و اما فانتازی را در ذهن آدم میاره دوباره زنده میکنه. جالب نیست؟ خب سربازان اوکراینی گفتن که آله کسایی که اسیر شدن در پیش روسیه، اونا گفتن که دیگه به ما ضرورت نداره فرماندهان ما، اینا از کورسک اسیر شدن. میگن افسران به پیشنهاد یک وقتی پیشنهاد میشه که مبادله شوه اسیران اوکراینی با اسیران روسی، اصلا اوکراین میگه هیچ ما نمیکنیم، سرباز خود افسر خود مبادله نمی کنن. و این زندانی ها گفتن که ما در خاک روسیه دیگه بیهوده جان خواد دادیم، دیگه همیجه میمانه ماندنی شدیم. و تعداد از اینام خیلی زیاد است، و حتی گفته که تعداد ما زیاد است، به زودی ما همه میمیریم. خب به اصطلاح یک حدیث ناامیدی بود، اما به نظر میرسه که بعد از اختتام جنگ ای همه مبادله خواهند شد. ای قانون جنگ است.